فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو اینم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشم همش براته، خدا بهم نگاه. قیامش خدا را به ما فاش کرد، آمین. قیامش خدا را به ما فاش کرد، بباید در این راه کنکاش کرد. چه روح القدس بر شما آیدش، عطا و ثمرها نشان بایدش. به همراهی روح القدس پاک، ندارید ز دشمن هیچ باک. آمین. شما هم شفا همچو عیسی دهید، شما هم شفا همچو عیسی دهید، صلیب مرا گر به گردن نهید. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان، آدینه شب شما هموطنان عزیزمون که توی ایران هستید به خوبی و خوشی باشه. این برنامه برنامه زنده هست، متعلق به تو هموطن عزیزم هستش. اگر احیانا سوالی دارید و اگر موضوع دعایی هست میتوانید تماس بگید. مشاورین شبکه محبت در خدمت شما خوبان هستم، همچنین من و خواهرم سمیر، تا اونجا که قوت خدا با ما باشه و دانشی در ما باشه، خوشحال میشویم که بتوانیم جواب سوالات شما باشیم و همچنین برای شما دعا کنیم تا با فیض خدا دعاهای شما اجابت بشه. تشویقتون میکنم از همین الان اگر دوستانی رو دارید که توی مشکلات و سختی ها هستن، لطف کنید اگر ماهواره دارن آدرس و فرکانس شبکه محبت رو بدید که تماس بگیرن براشون دعا کنیم. اگر همسایه شما هست مشکلی داره، دعوتش کنید به یه چایی توی منزل خودتون و اجازه بدید این وقت وقت برکت برای اونها بشه. تماس بگیرید براشون دعا کنیم. اگر توی خونه افرادی هستن که تصور میکنید هنوز متقاعد به این نشدن که کلام خداوند رو بتونم اونطوری که هست نیز براشون قابل درک باشه، در کناری که اونها رو محبت میکنیم، میتوانید الان بیاریدشون پای تلویزیون، پای این برنامه تماس بگیرید و از خداوند میخوایم که خداوند نیز حقیقت رو برای آنان مکشوف کنید. اما نگران نباشید، نترسید. لطفاً به طور خاص تو هم وطن عزیزم که مسیح ایمان آوردی، بدون خدا به تو عطایایی داده که با این عطایا میتوانید مانند رسولان دعا کنید، مریضان شفا یابند، باعث تسلی دیگران بشید، آرامش و قوت بشید. و نیز اگر گواهی دارید که عیسی مسیح در زندگی شما کارهای بزرگی کرده، تماس بگید با اعلام گواهیتون باعث برکت برای ما و نجات برای دیگر هموطنان عزیزمون بشید. این مسئولیتی هستش که بعد از مسیحیت به دوش تمام فرزندان خدا هست. پس تشویقتون میکنم با آنچه که عرض کردم لطفا توجه کنید و اگر براتون مقدور هست در همین مسیر در کنار هم بیستیم برای آزادی کشور عزیزمون از دروغ‌ها، از مذهب دروغین و از هلاکت. درود می‌فرستم خدمت خواهر عزیزم سمی جان که اینک با ما هستن. رسول عزیزم، آدینه شب شما عزیزان در ایران به خیر و خوشی باشه. شکر می‌کنم خداوندو که یک هفته دیگه اجازه داد ما در کنار شما باشیم از طریق روح مقدسش و نام اونو جلال بدیم. خدا شکر می‌کنم بر تک تک شما عزیزان روح القدس بریزه در این لحظه و بتونه نام خودش رو جلال بده. اول از همه میخوام تشکر کنم از تلویزیون محبت به خاطر محبتی که از مسیح داره و اجازه داده خداوند که در این راه همگام و همفکر خود عیسی مسیح باشم و ما در کنار ایشون خداوند رو خدمت کنیم. همطور از برندن و سارای عزیزم تشکر میکنم که در پشت دوربین و در قسمت صدا با ما همکاری دارن. ما روزای سه‌شنبه از ساعت 6 تا 9 صبح در کلیسای پرستندگان مسیح برنامه دعا داریم و پرستش داریم و همینطور خدا رو شکر کنم برای وجود تک تکتون که زنگ میزنین و به ما خبرهای خوش میدین، چون در مسیح فقط خبرهای خوش است، خبر برکت، خبر سلامتی و خبر در همزیستن و با همزیستن در عشق برای ما هستش. روزهای پنجشنبه ما از ساعت 7:30 تا ساعت 9 شب در کلیسا جمع میشیم و
کشیش رسول خوراکی روحانی رو تهیه کردن از روح القدس و با هم مشارکت داریم بعد از پرستش و شنیدن کلام. خوشحال میشیم که شما عزیزان اگر در وودلند هیلز یا وست‌هیلز هستید یا نزدیک به ما هستین تشریف بیارین، اجازه بدین که ما هم به شما خدمت بکنیم. یک شنبه از ساعت 1 تا ساعت 3 هستش کلیسای پرستندگان مسیح و آدرس ما هست 7475 فالبرگ استریت وست هیلز، 7475 فالبرگ استریت وست هیلز. همینطور میتونیم برین روی یوتیوب، خوشحال میشیم در از که در کنار همدیگه خداوند رو جلال بدیم. روی یوتیوب برین و کشیش رسول حیدری رو سبسکرایب بشین، عضو بشین. کلامی که ایشون تهیه میکنن از کلیسا هست یا بعضی وقتا کلام رو برای نیم ساعته هست یا ما رو خود برنامه امید جاودانه شما میبینیم و واقعا برکت میگیره. همجور که تقریبا دیگه سپتامبر میشه 8 ساله که من وارد خانواده ای شدم که خداوند برای من تعیین کرد در کنار کشیش رسول عظیم، یعنی جزء خانواده کلیسای پرستندگان مسیح شدم و بچه حقیقی مسیح شدم از طریق روح مقدسش. ماه دیگه ما قراره جشن بگیریم توی کلیسا. همینطور کشیش رسول برنامه‌ای دارن در چنل وان سه‌شنبه ها از ساعت 2 بعد از ظهر که خوشحال میشیم نظارگر این برنامه باشیم، فیدبک به ما بدین. این برنامه به طور زنده هستش، همونطور که کشیش رسول و عزیزم گفتن روی فیسبوک تلویزیون محبت هم هست الان و روی فیسبوک کلیسای پرستندگان مسیح و همین الان از یاسر عزیزم تشکر میکنم برای تمام زحماتی که برای خداوند در کلیسا میکشن. آمین. سپاس. قاسمی عزیز آمین. با اون دل زیباش واقعا چه روحیه خوب برد. حقیقتا سمی جا روحیه شکرگزاری داره. آمین. زمانی رو ما تا بیایم اینجا نزدیک 2 ساعت گاهی میکشه و 2 ساعت هم برگشت، این 4 ساعت و در طول این 4 ساعت خواهرسمی با همین روحیه هستش و مدام گواهی میده، مدام از افراد تعریف میکنه و ایمان دارم که این برمیگرده به اون روحیه‌ای که مسیح به ما داده. آمین. اون شخصیتی است که ما در مسیح میتونیم بپرورانیم و جلال رو میدیم به خدا. چرا آمین. که میدیم حقیقتا اگر نیکویی در ما هست علتش خود مسیح هست. آمین. از این رو تشویقت میکنم هموطنان عزیز، ایرانی ها متاسفانه در طول تاریخ آسیب های بسیاری خوردن و به طور خاص در از زمان حمله اعراب به ایران و اسلام به ایران و اون تمدن وحشی به تمدنی که درش آرامش و امنیت و خرد بود آسیب خوردیم و ژن‌های ما آسیب خورده اون دوران هستش. از این رو هستش که شما میبینید از خود هموطنانمون، از همه، از همدیگه میشنویم چرا بین ایرانی ها اتحاد نیست، چرا توی ایران این همه ما داریم ظلم و ستم رو میبینیم اما مردم میترسن، بدبین هستن، همه نسبت به هم بدبین شدن. همه اینها برمیگرده متاسفانه به اون شناژبندی، متاسفانه به اون زیر ساختار تصورات و فکر ایرانی ها که از اسلام اومده عزیزان. و ما میبینیم که این نظام اسلامی هم به خاطر همین باورهای اسلامی توانسته استعمار کنه مردم ما رو و با قدرتی که از روسیه میگیره. پس باید دعا کنید در نام عیسی مسیح که خداوند مطابق فیضش این آمین. باور دروغی رو از همه ایرانی ها پاک کنه آمین. و اجازه نده که کشورهای همچون روسیه سوء استفاده بکنن از دولتهای مانند نظام اسلامی و باعث دردها و عذابها بشن. تلفن‌های ما الان میبینم داره زیاد میشه، خطوط ما باز هست. سپاس از اینکه با ما همراه هستید، هم فکر هستید، هم وطن عزیز که تشویقتون میکنم با مسیح همراه و هم فکر باشید برای زندگی سالمتون. میخوایم با هم دیگه دعا کنیم برای تو هم وطن عزیزم. اگر امروز غمی داری، خستگی داری، نگرانی داری و اگر دوستانتون دارن اونها رو هم بیارید، تشویق کنید. بارها هست کم این فرکانس شبکه محبت رو لطفاً برید بردر و دیوارها بنویسید، لطفاً روی توی ماشین، تو اتوبوس که می توی کاغذ بردارید بنویسید، بذارید روی صندلی و بذارید چه بسا یک نفر که میاد بتونه اون شبکه رو داشته باشه. عزیزانی که تو کار ماهواره هستن من خواهش میکنم اگر میخواید برکت توی زندگیتون بیاد اجازه بدید اولین شبکه شبکه محبت بشه روی ماهواره ها و مطمئن باشید که خدا تو رو برکت خواهد داد، چرا که به توسط این شبکه و شبکه های دیگر مسیحی
امید وارد خونه میشه، شادی امید. میشه. به من خیلی ها انتقاد میکنن و انتقادشون درسته، میگن درباره ایران درباره سیاست صحبت نکن. چرا؟ چون حقیقتا پیام محبت انجیل آنقدر زیباست که نمیخواد دیگه موضوع دیگه بیاد باعث خسته خاطر شدن افکار بشه. اما از اونجایی که این دلسوزی در دل ما هست و نمیتوانیم بی تفاوت باشیم، درباره ایران صحبت میکنیم، درباره آزادی ایران صحبت میکنیم، درباره ظلم نظام اسلامی صحبت میکنیم. اما انجیل مسیح عزیزان، انجیل مسیح انجیل عشق، محبت، آرامش، نجات و رستگاری هستش. با حزب اسلام فرق میکنه. چرا حزب اسلام؟ چرا حزب الله؟ بهتون خواهم گفت اگر وقت بشه، که اسلام دین نبوده عزیزان، یک حزب بوده، همون حزب الله که خمینی گفته هموطن تو، خواهر و برادر تو نجات بده قبل از اینکه دیر بشه. قبل از اینکه دیر بشه، تو که مسیح ایمان آوردی خبر خوش نجات رو به دیگران بدید. آمین. پس با هم دیگه دعا میکنیم و بعد خطوط باز هست، پاسخگوی شما و تلفن‌های شما خواهیم بود. پدر آسمانی، خداوند تو رو شکر می‌کنم برای محبت عظیمت، محبتی که خود از ابتدای خلقت بود، چرا که کلام تو اعلام می‌کنه که خداوند تو انسان رو به شباهت خدا آفریدی و به او قدرت و توانایی دادی ای خداوند، تا بتونه در مسیر اراده تو ای پدر جان که نیکوست قدم برداره. هرچند خداوند گمراه شد به توسط شیطان، اما تو او را رها نکردی، جسم انسان بر تن کردی و بر روی زمین آمدی، بهر گناهان بشریت روی صلیب رفتی و مردی و پس از 3 روز قیام کردی، تا هر انسان دل شکسته، ناامید، مایوس، مریض، خسته خاطر ای خداوند قیام کنه و در مسیر ای خداوند آنچه تو او را آفریدی که محبت و عشق و جاودانی هست ادامه حیات بده. پس اینک از تو میخوام تمام عزیزانی که بیننده این برنامه هستن ملاقات تازه کنی، چه آنانی که به مسیح ایمان دارن و چه آنانی که هنوز این حقیقت بر اونها مکشوف نشده. باران نجاتت رای خود به توسط روح القدس جاری کن و این فرشته خداوند شریر و شیطان که به نام اسلام هست اجازه نده بیشتر از این حاکم بر سرزمین ما باشه. نهیب بزن ای خدا تا این ای خداوند این فرشته شریر دور بشه و ایرانیان ای خداوند که سهم تو هستن و قلبشون سهم تو یهوه هست ای خداوند، بتوانند در کنار هم در اراده تو ای خداوند برای جلال نام تو زندگی سالم داشته باشن. و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم، با ایمان دریافت میکنیم. با ایمان دریافت کن هموطن عزیزم. بریم با هم یه اولین خط رو داشته باشیم. محشید عزیز هستش. محشید جان روی خط هستی عزیزم؟ وقت شما بخیر. بفهم باش برم. درود در شما. درود در شما. سلام هستن. حال شما خوبه؟ خدا رو شکر. پیشرفت جان، سمی جان، حال شما خوبه؟ سپاس از مهر شما. بفرمایید. قبل از اینکه صحبتامو شروع کنم، پیشاپیش به سمیجا تبریک میگم برای جشنی که میخوام براش بگیرم. خیلی خوشحال شدم خوشحال سعادتتون که در کنار این خوبان عزیزان که 600 روزا وقت گذروندن. آمین. جلال باد. قربان شما، مرسی عزیز دلم. کسی سرسور دارم، من میخواستم تشکر کنم، گواهی بدم که از اون روزی که با تو صحبت کردم ایمان خاصی درون قلبم باز و کتاب قربان شما، کتاب انجیل که الان میفرمایید که بخونید و داشته باشین، من خیلی خدا رو شکر این کتاب انجیل رو میخونم، ولی به این صورت باز نه اینقدر وابسته بشم. خدا رو شکر از اون روز خیلی وابسته شدم. خدا رو شکر مرتبه شکر میکنم. آره واقعا که قلب من داره نور میتابه و درسته بگم که الان بهتون بگم درد دارم، خیلی خیلی درد داره بدنم، ولی که نمیگم که اشاره خلیف سو استفاده کنم باز بیشتر به من علبه کنن. آره، ولی اینکه با به انجیل عزیز با عیسی مسیح جان عزیزم دیگه دارم کنار میام و دارم میخونم و کمکم کنن دیگه. آمین. آره قربونتون بشم عزیزی. سپاس از گرمی که دارید. سلام، هم سلام میرسونه. سلام خدمتشون. قربان شما و میخواد که بگه برام دعا کنی. حتما. بسیمون از نظر کاری. آره یه زمینم گفتم داریم، هنوز وقتش باز نشده. کشیش رسول جان تا لحظه آخر میان برای معامله، ولی معامله نمیشه جان. نمیدونم این چه سریه، حالا خدا داند. آره میخوام بفروشیم تاکسی اگر بشه بگیریم که بتونه این آقای ما
از نظر زندگی بتونه ما رو هندل کنه و زندگیمون رو بچرخونه. آمین آمین. مطمئن باشید همین ایمان خوبه محشید عزیز، با همین ایمان خوبت پیش بریم. اگر ما ایمان داریم مسلم بدونیم که ایمان ما در کتاب مقدس نمونه هایی از ایمان رو نشون میده، مانند ایمان یوسف. وقتی خداوند به یوسف وعده داد که در جایگاه بالایی قرار خواهد گرفت و دستی خواهد شد برای قوم خدا، اون به چاه افتاد، برادرها حسادت کردن، خودش وقتی توی جایگاه دید که شاید این مسیر اراده خدا هست که در اون پست و مقام دنیوی، اما خودش رو توی زندان دید، زندانی که هر آن امکان داشت صداش میکردن برای اعدام. پس بنابراین این امید در دلش بود. آمین. این امید در دلت باشه. زمین دیر فروخته میشه علت داره، علتش هم برات خوبه. خواهر محشید، من فکر کنم شمارم عقد مسیحی براتون، پیوند مسیحی رو خوندم. بله بله، خیلی دعا کردیم. من میخوام ببینم شما با همسرتون، شما با همسرتون که هر دو ایماندار هستید، آیا عقد اسلامیتون رو کسی باطل کرده براتون پیوند مسیحی بخونه؟ اتفاقا خدا رو گواه میگیرم، میخواستم اینو به شما بگم، خجالت میکشیدم. خواهش کنم. شما تو دلتون بوده، منم تو دلم بوده. خدا رو شما. ما جبری نمیگیم، ما اینو جبر نمیخوایم بدونیم، اما این بسیار نیکوست، بسیار نیکوست که ایمانداران مسیح که هر دو زوجها، زوجهایی که مسیح ایمان آوردید، اسلام پیوند نیست، اسلام قرار داده، اسلام قراره. عزیزم عرض کردم اصلا اسلام هم چون دین نبود، چون باور نبود، یک کلاهبرداری بودش اوورد محمد. اسلام یک حزبه، یک سازمانه و در سوره مائده آیه 56 اعلام میکنه حزب الله، با حزب اومدن غارت کردن و بعد کارشون رو نیز گسترش دادن به کشورهای دیگه، اول به خودشون غارت کردن عربا، بعد اومدن گسترش دادن. اما امروز ایرانی هایی که میخوان پیوند داشته باشن و به مسیح ایمان آوردید، این اعتماد رو دارید، میتونید تماس بگیرید. من عقد اسلامی شما رو اول باطل میکنم، عقد باطل میشه مهریم رفته، اما تحت پوشش یک هر کشوری که هستی در اون کشور اون قانون حاکم هست، برفرض میگیریم مبادا چنین روزی بیاد که طلاق ایجاد میشه، اون قانون حاکم هستش. آمین. اما عقد نیست دیگه، قرارداد رو باطل میکنیم، پیوند میاد، پیوند بین زن و مرد و خداست. یعنی دست شما تو دست همسرت هست، یه دست تو دست خداوندت هست، اون دست همسرت هم تو دست خداوند هست. آمین. زمانی که دست شما به هر علتی کدورت ها سوء تفاهم و جدا میشه، اون دوتا دستتون که تو دست خداست بازم شماها رو به هم وصل کرده، در زمان دعا، در زمان کلام، در زمان فکر کردن روح القدس ملزمتون میکنه تا شما دوباره با هم صلح کنید و این خیلی نیکو است. اما در اسلام ما چنین چیزی نداریم. در اسلام زن و مرد رو با یک قرار، برای همین مهریه اونجاست، یک قرار میذارن اونجا، قراردادی هست دنیوی و با اون قرارداد دارن کار انجام میدن. حالا اصلا نمیخوایم بگیم شیطانی، ولی یک قرارداد هست که عزیزان به هیچ وجه پیوند نیستش. اگر میخواید به هم بپیوندید، در پیوند الهی میباید پیوند مسیحی در زندگی شما عزیزان که مسیح ایمان آوردید باشه. من از شما خواهش میکنم محشید عزیز، چون فرصت ما بسیار کم هست، شما یک ساعت و نیم دیگه اگر براتون مقدور هست تماس بگیرید. من از اتاق فرمانم خواهش کنم با شما تماس بگیرن که من عقد پیوند مسیحی شما رو بخونم، عقد اسلامی شما رو باطل کنم. موافق هستید خواهر محشید؟ حتما. پس اجازه بدید من شما رو به دستان خدا بسپارم. آمین. که تو آره که وقت بیشتری با شما داشته باشم. فیض خدا با شما. شما دستان مسیح هستید. قربان شما. خدا نگهدار. بریم با هم خط دیگه ای داشته باشیم. خدا نگهدار. فیض خدا باشه. عزیزان بپیوندید به کمپین پیوند مسیحی. آمین. بپیوندید عزیزان تا برکت وارد زندگیتون بشه. آمین. در مسیح خلقتی تازه است. چیزهای کهنه درگذشت. آمین. جارو کنید، تمیز کنید زندگیتون رو. آمین. ایران زمانی میتونه به جایگاه خوب برسه که از این باور اسلامی رهایی پیدا کنه و از پشتیبانی مانند کشور روسیه نجات پیدا کنه. آمین. بریم با هم دیگه خط دیگه ای داشته باشیم. خواهرمون فاطمه هست. فاطمه جان روی خط هستی عزیزم. سلام.
درود باشه. درود عزیزم. وقت شما بخیر. پسر گلم. سپاس مهرش. سپاس مهرش. عزیزم. بعد از مدت ها. بله. بعد از مدت ها سعادت داشتم که من امشب با شما صحبت کنم. واقعا خدا خدای پدر پسر روح القدس این سعادت امشب به من دادی. سلام علیکم. که من با شما هم کلام عزیزم. خدایش برای من. هم شهادت دارم. چند تا شهادت دارم. هللویا. که من زمین سختی خوردم، دست چپم یارایی کار کردن نداشت. زنگ زدم مریم جان دعا کردن. الحمدلله دستم سالم بعد از یک مدتی قند داشتم، قند دارم. رفتم آزمایش، جواب آزمایشم شک کردن به سینم که موقعیتت ناجوره، باید متخصص ببینه. که من شب تا صبح خواب نداشتم 10 روز پیش. رفتم متخصص، منو فرستادن دکتری که منو آزمایش منو دید، به من شک کرد، گفت تو سینت مشکل پیدا کرده. من شب تا صبح خواب نداشتم، که تا حتی به مریم جان زنگ زدم که من یه همچین اتفاق برام افتاده. ساعت چند یکی بعد نصف شب زنگ زدم و دعا کردم، گفتم صبح میخوام برم دکتر جواب آزمایشم رو نشون بدم، خیلی ناراحتم، خوابم نمیبره. صبح که رفتم متخصص و منو دید، گفت هیچ مشکلی نداری، ناراحتی دینا هیچ ناراحتی ندارید، تقویتی به من دادن و الحمدلله جواب من خوب شد. خدایش شکر. سپاس از این گواهی ها. من جلال برنامه. آمین. که من اصلا کلافه بودم، خدا میدونه. گفتم آیا مثلا تو سینه من قده داری؟ گفت به خود دکتر خانوم بود، ولی متخصصه آقا بود، گفتش که من نمیتونم به شما دارو اینا بدم. منو رد کرد که من دوا یک بعد نصف شب مریم جان زنگ زدم، ایشون گوشی رو برداشتن و بر من دعا کردن. واقعا خدایشون برکت متخصص. خیلی اصلا واقعا از یک هایی شما و اونایی که دوست بزنه خدمت میکنن و دعا میکنن، یکایک رو سپاس گذارم. آمین. چنین خدای مهربونی. آمین که هست. آمین آمین. این از واقعا این دو قسمت شهادت که من الان دستم الحمدلله سالم همیشه سالم باشی خواهر و داروهای تقویتی به من دادن. الحمدلله شفا گرفتم با لطف و نظر خدا. خدا سپاس. مهسا امروز امتحان M2 داشته آلمانه. بله. که من از خدای بی نظیر فدعا می کنم و همچنین شما خالصاً مخلصاً که این امتحانشو درست داده باشه. آمین. جوابش خوب باشه. آمین. و ازدواجش فراهم بشه. من 8 سال مهسا رو ندیدم. جانم. میخوام به هر خانوادگی ملحق بشیم به هم دیگه. آمین. از صمیم قلب کشی شیدری پسر گلم صمی جان میخوام ما همه به هم بپیدن. آمین. آمین. با محمد خواهد حتما شما رو در لیست دعا داریم. کمکم کنم. حتما خواهر فاطمه عزیز کمکم کنید که این اتفاق بر من بیفته. آمین. ما همه به هم پیوند زدیم. آمین. که ایران ما آزاد میشه، همه میتونن راحت بیانن برن. آمین. این دعای ما هستش با امید خدا. شما میتونید خواهر بعد شما از سپاس از با چه زبونی از خود خدا از شماها یک کاری سپاسگزاری از خداوندمون تشکر. جلال برمسی مریضی ها دست و پنجه نرم میکردم و بدنم سالم شد. هللویا. همیشه سالم باشی. گفتم قده داره، نمیدونم خانومی گفت قده تو سینت میبینم. ولی دکتر که رفتم الحمدلله اصلی گفت سالمه. خدا رو شکر.
سپاس از تلفونتو حتما خواهد فاطمه. برای بچه هم ازدواجشون همه رو در آلمان من ببینم. آمین. با فیضه آلمان و کلیسا ببینم. تشویقتون میکنم خواهر فاطمه عزیز، لطف کنید. خواهر فاطمه عزیز لطف کنید سه شنبه با ما تماس بگیرید که توی کلیسا براتون دعا کنیم و همچنین برای خانواده. پس شما رو دستان خدا میسپاریم. خطوط ما بسیار پر هستش. بله. و به ما علامت میدن که تلفن‌های دیگر هم بتونیم جواب بدیم. پس شما رو به دستان مسیح میسپاریم. آمین. روز سه‌شنبه در خدمت شما هستیم. خدا نگهدار فاطمه جان. بریم با هم خط دیگه ای رو بگیریم. قدم خیر هستش. قدم خیر جان روی خطی هم. اسم مامانم هستن. بله. بفرمایید. سلام. درود بر شما. درود بر شما. وقت بخیر. سلام بر برادر رسول عزیز پرسوی گل جانم. سپاس هم مهر شما. فیض خداوند در شما باد. خداوند برکت بده بهتون. همچنین شما را سپاس. التماس دعا داشتم از خداوند و قلب پاک شما. خواهش میکنم. برای چه موضوعی؟ سردکار اداره دارم برم دنبال کارم. دعا کنین برادر رسول حتما که نتیجه بگیرم. حتما. لحظه چشماتو ببند. خواهشم. قدم خیر عزیزم، لحظه چشماتونو ببندید و با دعای خواهرم سمی جان برای قدم خیر دعا کنید که رفع مشکلات بشه و با ایمان بپذیر. همچنین دیگر هموطنان عزیز که چنین موضوعاتی رو دارید تشویقتون میکنم با دعای خواهر سمین متعهد بشید. آمین. خداوند شکرت میکنم برای آمی. لحظه هایی که تو میسر میکنی به حضورت بیایم و برای جلال نام تو زانوامون خم بشه. خداوند شکرت میکنم برای خواهرم قدم خیر که به تو تماس گرفته خداوند و از تو میخواد که جوابش رو بدی. خداوند بگذار که قبل از اینکه وارد اون دفتری که کار داری میشه خداوند قدم های تو وارد اون دفتر بشه خداوند و امضاها رو تو بکنی این مسیح زنده من، تا برکت بیشتری به زندگی خواهرم بیاد خداوند و به ما زنگ بزنه و گواهی بده خداوند که درها رو که باز میشه تو باز میکنی، چون در برکت و عشق و خداوند سلامتیه. برای خودش و خانوادهش دعا میکنم خداوند برای سلامتیشون و برکتشون و برای تمام مردمم در ایران خداوند که زیر سایه مهر صلیب تو خداوند در آزادی برسن خداوند و همه اینا رو به نام پدر پسر روح القدس من و کشیش رسول عزیزم و قدم خیر عزیز به حضور دوردیم و با ایمان دریافت کردیم. آمین. 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 آمین که با ایمان دریافت. فیض خداوند در شما با شما خداوند برکت بده بهتون. سپاس هم مهر شما. خدا نگهدار. سپاس هم مهر شما. بریم با هم یه خط دیگه ای داشته باشیم. خانم سلطانی عزیز. الو؟ آیا صدای ما رو دارید؟ الو؟ الو؟ آیا صدای ما رو دارید شما؟ میخواید ایشون رو روی هول نگه دارید؟ روی خط؟ بریم خط دیگه رو بگیریم تا بعد با ایشون صحبت. فریدون جان روی خط هستی عزیزم؟ کتایون هستن. کتایون جان هلو. وقت شما بخیر. بفرمایید. سلام. سلام بر کشیش رسول عزیز. سپاس هم سلام بر خواهر خواهرم سمی عزیز. سپاس هم مهر سلام بر کارگردان زحمت کشی برنامه و همه دستان در کاران و همه خواهر برادرای عزیزم که پشت صحنه هستن و همه مشاورین عزیزم خواهر برادرای عزیزم خواهر کتایون، خواهر منا، خواهر مریم، خواهر روزبی جانم. و خواهر برادر سامان خدا رو شکر برای وجودش. من یه چیزی بهتون بگم. بفرمایید. برادر من قبلا با برادر سامان خیلی مشاهده کردم جانم. که بعد خواهر کتایون اومد اونم به خیلی به خدا رو شکر برای وجودش. آمین. با خواهر به برادر سامان راجب پسر کوچیکم صحبت میکردم خیلی اذیتم میکرد خیلی آزارم میداد با
خورخور میکرد صبح، بعد میگفت سرگرم عیسی مسیح کنم این چی کار برد میکنه، تا حالا چی کرده برات؟ قهرم میخندید، خیلی حرفا میزد، حرفای گزنده بمیزد، من بلند میشدم مخصر سر کار پیشونیش میبوسیدم، میگفتم تو رو به دستای پرمهر و محبت خداوند میسپارم، خداوند برکت بده. گفتم باشه اشکال نداره. تا اینکه هفته گذشته خدا رو شکر، خدا رو شکر اومد، این یه شهادته. اومد گفت ما تو به من گفته بودی برادر سامانی هست که مشاورته، میشه شماره منو بهش بدی با من صحبت کنه؟ خدا شکر به نام عیسی از یه ناصری. آمین. باشه. من با برادر سامان تماس گرفتم، برادر سامان هم پنجشنبه با پسرم تماس گرفت. بعد پسرم گفت داری با هم در ارتباط باشیم؟ گفت آری. بعد دوباره شنبه بهش زنگ زد، بعد ازش خواست گفت که برادر سامان شما مادرم کتاب خودش داره، یه کتاب مجید برای من بسید. ای جانم، هللویا، من میخوام هم خودم کتاب مجید. آمین. من خیلی خدا رو شکر کردم. آمین. من از بخشو آمین. از یه دختر بچ به رخ در اومدم. هللویا. بعد دوم این که با خودم مشاوره داشتم، من راستش بخوای گوشت اضافی زیر قفقفم در اومده، چشم شم نسبت به چم خوشیتر شده، از ایشون خواستم دعا کنه. خدایش ایجان. دعا کردم، خوابیدم، وقتی خوابیدم دیدم توی یک ازار هستم دایر مانن و دور تا شمشاد رایی شمشاد هست و هر طرف من نگاه میکردم اسم خدا بود. هللویا. صحبت نکردم و اسمش بود. خدایش. اسم خدا بود. دلم نمیخواست از اون خواب بیدار شم. این شهادت دیگه دارم، دلم میخواد از این که بیننده برنامه دارم هستن اینو بتونن که عیسی مسیح عشق. آمین. 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 با سپاس خواهر عزیزم، ممنون جانم. پسر من، یکی از پسرام 4 سال پیش تو جای کار یه پروژه کار میکرد که پذیرش بود و تمام اونایی که اونجا رفت آمد میکردن مایدار بودن و ازش کار کنن پیشا و شهادت خیلی مهمه. بعد اینکه ورشکست شد ایشون صاحب کارش، ای اومد تهمت به همه کارمندا زد، پسر من یکی از کارمنداش بود، اونا گریختن رفتن، پسر من نه، میرفت سر کار که شکایتش کرد به کلانتری کشید، پسر منو یک شب تو کلانتری نگه داشتن، منم شب تا صبح اونجا با دعا به نام عیسی مسیح باشیدم تا صبح. آمین. از دارسرا به دارسرا انتقالش دادن و سه دفعه این دست داد با من خلاصش میکنم براتون خواهشون، چون وقت نداریم. دفعه چهارم اومد گفت مامان با من میای بریم دادگاه، گفتم چرا که نه. آها، قبل از اینکه ببرمش بریم با هم دادگاه گفت من نرسی کردم، نیاز کردم امامزاده چیکار کردم چیکار نکردم، گفتم بیا دستت بزرم بزرم یه جای بهتر. آمین. هللویا. گفتم ببین برو اون جلو که پرده کشیدن پردهش کناره، زانو بزن میلرزید، واقعا دعا کن. دعا کرد، منم دعا کردم، شم روشن کردم، گفتم بخشایش میکنی؟ متوجه نشد. گفتم خب من تو دلم بخشایش کردم، از طرف کلیسا پولو میدم. بعد اومدی فرداش که داشت بود رفتیم با هم، رفتیم بیرون که بودیم هنوز چند نفری که بیرون بودن میگفتن این خیلی سختگیره، پدر در میاره، خانومم را نمیده تو،
من فقط با عیسی مسیح نازاره دارم. آمین آمین آمین. عیسی مسیح، این حکم دست توه، این قلم دست توه. آمین. دستش نیستی به بچه من، حریفش خیلی قدر است تا وکیل، ولی وکیل پسر من توی. آمین آمین. ما رفتیم تو بازی، سرش پایین بود ولی صدای کفشم رو شنید، با خانم برو بیرون. گفتم ببخشید چه سرت رو بلند کنی؟ یکی نگاهی کرد گفت بایش نید. فقط لطفا خواهر کاترین عزیز، ما وقتمون خیلی کمه، لطفا فشرده بگید. سپاسگزارم. حکم خدا رو شد همون لحظه بدون که بیم بیرون یه نگاهی کرد به پرونده، آزادی پسر منو داد. هللویا. جلا بر مسیح. خدا رو شکر. خدا رو شکر. سپاسم مهر شما. فرک مرسی. شما دستان خدا میسم. ممنون. خیلی خوشحال میشیم گواهیای عزیزان رو بشنویم. اما انقدر خطوط ما پر هست، خواهش کنم حاشیه پردازی نکنیم. میدونم که همه قدم به قدم اتفاقایی که توی زندگی ما میفته لازم گفتن هست، اما تو شبکه ما معمولا بیشتر از 3 الی دیگه نهایتا 5 دقیقه بتونه یه گواهی باشه. سپاسگزار میشم گواهیاتون رو کوتاه بگید، اما نام خدا رو بتونیم جلال بدیم به عزیزان دیگه برسیم. بریم با هم خط دیگه ای داشته باشیم. از انفر عزیز رو داریم. به من میگن اینو کلیک کنم. وقت شما بخیر. بفرمایید. غضنفر عزیز بفرمایید. خسته نباشید. شما پاینده باشید. بفرمایید. برادر عزیز. جانم. من یکی ما مریضم. آخری متاسفم. لرز میکنم. دو بار رفتم کل آزمایش رو دادم. آه متاسف. چی نفهمیدم. جانم. خانم من هر شب ساعت 10 تا 12 با خواهر و با برادر ایماندار رابطه دارم دعا می کنم، هیچ نتیجه نگرفتم. نمیدونم من ایمانم از ضعیف هم. نه نه ایمانت خیلی خوبه. اصلا همچین خبری نیست. بیاد با هم دیگه وزن کرد جان. بیاد با هم دعا میکنیم. بیاد با هم جان. به دعا میکنم. حتما. آمین آمین پدر جان. کرام خداوند قزم پر عزیزم. آمین. در نام لطفا با دعای من متحد شد غضنفر جان. دیگر هموطنان عزیز اینو بدونید، هیچ معجزه ای از این شبکه برای شما ایجاد نمیشه، معجزه تو قلب شماست. آمین. ایمان شما به عیسی مسیح. کلام خداوند در نامه عبرانیان 6:4-12 اعلام میکنه که زیر این آسمان غیر از نام عیسی مسیح نام دیگه ای به ما داده نشده. آمین. پس بنابراین وقتی ما این ایمان رو به عیسی مسیح داریم که به خاطر گناهان ما، حتی دردها و مریضی‌های ما روی صلیب رفت و بها شد داد به طور خاص برای رستگاری، با ایمان بپذیریم، یعنی قبول کنیم و کلام خدا میگه مانند کودکان بپذیریم. همان گونه که غضنفر جان شما تماس گرفتید، من برای شما دعا میکنم و ایمان دارم با فیض خدا اجابت خواهد شد. آمین. لحظه چشم تو ببند. هموطنان عزیز ما که ضعف جسمانی دارن لطفاً عزیزان دیگه با دعای من متحد بشید. آمین. هللویای خود قدوس، هللویای روح القدس عزیزم. شکرگزار هستیم یهوه رافا که نام تو خدای شفا دهنده است. آمین. هللویا. کلام تو ای خداوند به یاد ما میاره که زمانی که تو جهان را آفریدی برای مریضی نیافریدی، برای درد نیافریدی، برای مرگ نیافریدی خدا، برای ضعف و خستگی و ناامیدی نیافریدی، بلکه کلام تو اعلام میکنه تو انسان رو شکل خودت آفریدی. آمین. که نه مریض میشی خداوندا، نه میترسی، نه نگران خواهی بود. هللویا. بلکه خداوندا وجود تو ای خداوند از ذات پر از محبت تو ای خداوند پر هست. خواهش میکنم در نام عیسی مسیح تحت پوشش نام پر جلال مسیح، اینک دست سلامتی و شفای تو بر برادرم غضنفر و دیگر هموطنان عزیزم که در ضعف جسمانی هستند، با هر اندیشه و هر باوری که هستند خداوندا، اگر خدای قدوس با دعای من متحد هستند، با ایمان خداوندا به تو توکل کردند. پس خواهش میکنم در نام عیسی مسیح
تمام ضعف و دلایل ضعف برادرم غضنفر رو بشوره خداوندا و همچنین دیگر هموطنانم رو و به ازای اون قوت تو و سلامتی تو و آرامش تو خدا وجود آنان را در بر بگیره و تو بلند کرده بشی و تو جلال یابی بیشتر از گذشته از زندگی اینهای خدا در مسیر خواسته های دلشون به طور خاص سلامتی و چون همه اینها را در نام عیسی مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم با ایمان دریافت کنیم برادر عزیزم پیوسته براتون در دعا هستیم ما این لیستی رو که ببخشید این لیستی رو که شما اینجا میبینید خواهرم لطف کرده و خط کشی کرده ما این اسامی رو مینویسیم این اسامی روز یک شنبه به اعضای کلیسا حداقل بین 70 تا 100 نفر تقسیم میشه آمین در طول هفته برای شماها دعا میکنیم به طور خاص سه شنبه ها تشویقتون میکنم سه شنبه از 6 صبح تا 9 صبح این هدایت خدا بوده که ما الان 12 سال این خدمت رو داریم برای ایرانی هاش 12 سال داریم این روزها صبح زود رو دعا میکنیم قبلا جمعه بود بعد افتاد به سه شنبه ها پس تشویقتون میکنم هموطن عزیز سه شنبه ها با شبکه محبت تماس بگیرید به ما زنگ بزنید من و خادمین در اون صبح زیبا در خدمت شما هستیم توی کلیسا و برای شما دعا میکنیم شما رو دستان مسیح میسپاریم بریم با هم یه خط دیگه داشته باشیم خدا نگهدار فیض خدا باشه خواهرمون فاطمه هستش فاطمه الو بفرمایید فاطمه جان وقت شما بخیر بفرمایید الو سلام خسته نباشین فیض خدا با شما باشه کشیش رسول جان برادرم و سمی جان میدونم که همیشه خوب و خوش باشین کشیش رسول جان من یه رویایی برای شما دیدم گفتن باید بهتون بگم مرسی ممنون دیشب من برای خودم دعا میکردم خیلی برای حال خودم داشتم دعا میکردم شفا از خداوند میخواستم بعد منو بردن توی کلیسایی این کلیسا من گفتم این کلیسا مال کیه دیدم شما نشستین پشت میز هللویا پشت میزی که الان مثلا نشستین در این آره نشستین پشت میز اما لباستون لباسی که شیشا بود و یه ردای مشکی هم روی دوشتون بود هللویا بعد در اومدم گفتم این کلیسا مال کیه گفت مال کشیش رسوله که الان به نزد ما کاهن نامیده شده یعنی شما رو به نام کاهن خوندن همه ما کاهن بعد من گفتم آها گفتم که کاهن گفت بله کاهن و این کلیسان که میبینیم ما دادیمه به رسول و درست کشیش شما میگین ولی نزد ما کاهن اعظمه جلال اعظمون کاهن اعظم خود مسیحه جلال اعظمون بعد یهو دیدم شما هم در حال موعظه هستید هم در حال دعا و هم داشتین دست میذاشتین روی مریضا رو شفا میدادید جلال اعظمون یهو دیدم که در من بله من طبیب اعظمم من شفا میدم شما نگفتین ها اون صدایی که داشت با من صحبت میکرد من طبیب اعظمم آمین من شفا دهندم آمین ببین رحمت من رو بعد یه کشیش رسول به برادری قسم دیدم در این کلیسا یه دو تا در بزرگ بود باز شد و بگم یعنی چند تا فرشته وارد این کلیسا شدن یعنی من بگی همیشه موندم توش فقط گفتم خدا را شکر خدا آمین آمین حالا خواهش ازت میکنم آره من دیشب اینو برای شما چون همش میگفتم خدا یا چی کار کنم دیدم نه داره بهم چی میشه که باید بگم به شما برای همین مزاحمتون شدم واقعا التماس دعا دارم خدا رو شکر به این مقام بالا رسیدی که اجازه پس اجازه بدید من تعریف رویای شما رو بکنم رویای شما برای همه خادمینه رویایی که شما دیدید همه کشیشا هستن برای سمی عزیز منم هست برای خودت هم هست کلام خدا میگه ما کاهنان هستیم آنچه را که باعث میشه ما دعا میکنیم مردم شفا میگیرن ما سخن میگیم در قلب مردم میشینه نه رسول
بلکه آن که در رسول هست یعنی روح القدس هست. آمین. اون کلیسا کلیسای همه ایمانداران غیوری هستش که برای خداوند ایستادن، به طور خاص کلیساهای فارسی زبان. آمین. که در این سختی ها توی جفا حتی خارج از کشورم ما کلیساهایی که داریم کلیساهایی هستیم که توی جفا و توی مشکلات هستن و توی ایران کلیساهای خانگی. پس بنابراین اون نمونه ای از شما نظر لطفتون رو من بوده، اما آمین برابو. حالا کاهن جان از عزیزانم که پشت کار میکنن پشت استودیو، حتی از اونا هم گفته شد که اینا اینا خادمان من هستن. آمین برابو، مرسی. اینا همه خادمان من هستن. درسته، درسته. خر فاطمه همین شما گفته شد. آمین برابو. همین میخوام عرض کنم جلال از آن خداوند هست. آمین. که خدا مسح خودش رو روی خادمین میذاره. مسح یعنی این که اراده خدا، عطایای خدا در اون شخص قرار میگیره. امروز هم خدا به من عطایایی داده، به سمی عزیز. آمین. و همچنین به شما خواهر فاطمه عزیز عطایایی داده. و هر کدوم ما هر قسمتی هستیم، همه اینها به توسط فیض روح القدسه. فیض روح القدس گر بیاد میتونه کاری بکنه که مسیح، که همون گونه که ما میبینیم حافظ نیز این رو میگه. پس این فیض خدا هست. سپاس. لطفا برای من برای خدمت دعا کن. با فیض خدا ایران آزاد میشه، بزرگترین کلیسا توی قم بنا میکنی در نام عیسی مسیح. جایی میرم که همه کشش ها نخواهند اومد، همه نمیرم، ما اونجا میریم با فیض خدا. من میشم اگه یه دعای قشنگی دارم بکنم. لحظه چشماتو ببند خواهر فاطمه، لحظه چشماتو ببند. هللویای خدای قدوس، هللویای روح القدس عزیزم. خداوند تو رو شکر میکنم. کلام تو اعلام میکنه در کتاب یوئیل 2:28-29 که در روزهای آخر روح خود را خواهی ریخت. آمین. تا دختران و پسران نبوت کنن، پیران رویا ببینن. خداوند خواهرم فاطمه رویایی رو که دیده برای خداوند فرزندانت هست. سپاسگزاریم برای تشویقهایی که به توسط روح القدس خادمینت رو میکنی. پس نکه از تو میخوام در نام عیسی مسیح، ای پدر جان، ای روح القدس عزیزم، باران نجاتت را به توسط روح القدس در سراسر خداوند کشور عزیز ما گسترده کن و بریز. خداوندا خواهش میکنم تک تک خداوندا جوانان پیران رو خدا از هر طبقه عیسی مسیح، زنان و مردان، دختران و پسران رو تو ملاقات کن. آمی. حقیقت تو بر آنان آشکار بشه ای روح القدس عزیزم. و کشور ما ایران رو خدا متعلق به خودت کن، همون گونه که خدا در کتاب ارمیا 39 اعلام میکنی. بر قلب ایرانیان سلطنت کن در نام عیسی مسیح و تو واژگون کن خداوندا این حکومت شرارت نظام اسلامی رو، و تو حاکم شو بر قلب ایرانی ها. و همچنین دعا میکنم در نام عیسی مسیح خواهرم فاطمه رو برکت بده، قوت او باش، پوری روح مقدس تو در او عمل کنه خداوندا. او رو از هر ضعفی خدا، از هر خستگی دور کن و به او برکت بده، بیشتر از گذشته رویاها ببینه و با رویاهاش نام تو رو جلال بده. و همه اینها را در نام مسیح میطلبیم. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنید. شما به دستان خدا میسید. فاطمه جان ممنونم. مرسی، ممنون. فیض خدا باشه. قربونتون برم. مرسی. فیض خدا با شما باشه. شما همینطور. بریم یه خط دیگه ای رو بگیریم. سپاس هم بهش. ما الان بریک داریم. نه یه خط بگیریم بعدن که عزیزان خطوط پر است. بعد از این خط میریم بریک. اوکی. هانیه جان هستش. هانیه جان روی خط هستی. وقت شما بخیر. بفرمایید. الو سلام. درود بر شما. درود بر شما. الو بفرمایید. الو وقتتون بخیر. سپاسم مهر شما. الانه هستم. خسته نباشید. پاینده باشید. سلام بر سلام بر برادر و خواهر عزیزم. درود بر شما. الو بفرمایید. ما صدا شما رو. من مشکل ازدواج داشتم، میخواستم برام دعا کنید که وقتم باز بشه. آمین آمین. هانیه جان شما تا اونجا فکر میکنم آمین. شما به مسیح ایمان آوردید، ایماندار هستید، درسته؟ بله حنانه هستم. حنانه ببخشید، عذر میخوام. حنانه جان همون گونه که میدونیم کلام خداوند ما رو تشویق میکنه برای دو اصل، این بهترین پیشنهاده، من جبر نمیکنم، پیشنهاده بهترین پیشنهاد کلام هست. اعلام میکنه که برای ازدواج و برای شراکت بهترین راه این هست که با یک ایماندار باشی. آمین. با یک همفکر باشی. امروز همه مشاورین چنین پیشنهادی رو میدن که اگر ما با کسی که میخواییم ازدواج کنیم هم فکر ما باشه، مسلماً احتمال جدایی بسیار کمتر خواهد بود. پس از خداوند بخواه که یک ایماندار مسیحی در برابر راه تو قرار بده. جانم خواهش میکنم.
باز میخوام بله میگم من این خواستگار دارم، میخواستم دعا کنید که برام جور بشه زودتر بیام. آمین 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 در آمین. نام عیسی مسیح. ایشون ایماندار هستن خواهرم؟ بله خب خدا ایشه خدا ایشه. خب اگر این گونه هستش به صورت چون اول متوجهم و خدا رو شکر وقتی که جان اسمشم بگم اگر مایز هستید بگید لطفا بگید عزیزم. بگید. عباس حتما دعا میکنیم الان با هم دیگه دعا میکنیم خواهر خوبم و آمی. تشویقت میکنم به فیض خدا وقتی که نزدیک پیوند شدید بله. تماس بگیرید یا من یا شبانان کشیشایی که از کشیشان بخواید لطفا خواهش میکنم این پیوند رو اجازه بدید کشیشا براتون بخونن آمی. که پیگیرتون هم باشن بخواید که این پیوند رو برای شما بخونن حالا چیزی که در کشور ایران مرسوم هست از نظر محضری انجام بدید قانونی اما پیوندتون اجازه بدید به توسط یک کشیش برای شما خونده بشه آمین. بیاید با هم دیگه دعا کن هللویا خدای قدوس پدر آسمانی خداوند تو رو شکر میکنم برای خواهر عزیزم قلب خوبش ایمانش ای خداوند در ابتدا میخوام که ای روح القدس هر نوع استرس و نگرانی رو از او بشوری و این قوت تو و این آرامش تو و این امنیت تو ای خداوند باشه و این اراده تو بر فکرش باشه ای خداوند بر کسی که ای خدا اومده خواستگاریش ای خداوند که در ابتدا قلب‌های اونها مال تو باشه و در این پیوند ای خداوند مبارک خوانده بشن ای پدر جان در ادامه حیاتشون در کنار فرزندانشون نام تو رو جلال بدن ای پدر جان خواهش میکنم تو اندیشه کن برای دیگر جوانان ما در کشور ایران که مجرد هستن تا آنان ای خداوند به کانونی که تو آنان را خواندی کانون خانواده ای خداوند مبارک خوانده بشن و چون همه اینها را در نام مسیح طلبیدیم با ایمان دریافت میکنیم آمین 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 خواهرم عجله نکن لطفا عجله نکن دعا کن خدا برات مکشوف میکنه آمین. که چه کار باید آمین عزیز شما رو به دستان مسیح میسپارم جانا زنده اول وقتی مادری دارم کمرش یه چند روز بی نهایت درد اومده میخواستم برای اون من دعایی بفرمایید اسمشون چیه؟ که مادرش برطرفش اسمشون چیه؟ نجمه اسمشون ما توی لیست دعا میذاریم براشون دعا میکنیم حتما خواهر خوبم تشویقت میکنم سه شنبه به ما زنگ بزن که توی کلیسا باشیم و دعا شما رو به دستان مسیح میسیم سه شنبه صبح به وقت لس آنجلس روز شما بخیر سه شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران بله فیض خدا متشکرم خدا نگهدار خب عزیزان بریم به سلیقه اتاق فرمان بله. یک سرودی رو با هم دیگه ببینیم شما هم یه چایی بذارید میل کنید به جای ما برمیگردیم با شما خوبان خواهیم بود آمین دوستای عزیزم بیاین امروز از خداوندمون به خاطر لطف و مهر عظیمش در زندگیمون تشکر کنیم با مهرت سویم آمدی مرا نجات بخشیدی و در کنار تو من آرامی دارم اینک برای این همه لطف و مهر فراوان با تسلیم قلب خود می سرایم می خوانم میخوانم شکرت ای عیسی شکرت
پس با دلیلی نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیاییم و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت میکنند. یعنی با این اعتماد ما به حضور خداوند میریم و ایمان داریم که فرزندان خدا در حین فروتنی، در حینی که تقدیس میکنن زندگیشون رو، مقدس هستن، نباید مثل زمانی که در مذهب بودن با ترس، با وحشت به حضور خداوند برن. شاعری میگه ما قوت پرواز نداریم. لطفا به این توجه کن، امروز تو فرزند خدا هستی، قوت روح القدس با تو هستش، با ایمان بپذیر. ما قوت پرواز نداریم، آمیست که صیاد شکسته قفس را. قفس شکسته شده، پرنده‌ها هنوز اسیر اون قفس هست. مسیح ما را 2000 سال پیش آزاد کرده، امروز هنوز با ترس و نگرانی می‌خوایم به حضور خدا بریم. خب زندگی تو چک کن، چه بلایی به سر زندگی روحانی تو بودی که نمیتونی با دلیلی به حضور خدا بریم؟ اگر گناه اشتباهی هست تو بکن و خداوند مطابق فیضش تو رو برکت خواهد داد. چرا با ترس انسانی به حضور خدا میری؟ با قوت خدا برو، با شجاعت به حضور خدا برو و خداوند هستش که تو رو برکت خواهد داد. چرا که ایمان داریم 2000 سال پیش عیسی مسیح که یگانه پسر خدای پدر هست، جسم انسانی بر تن کرد و بر روی زمین آمد تا خدای حقیقی رو و ذات حقیقت اون رو به ما بشناسونه و دیوار گناه رو ریخت تا اینک بود با دلیلی در حضور خدا برد. آمین. با درود مجدد خدمت تک تک شما هموطنان عزیز، برنامه امید جاودان در این وقت برنامه زنده هست. هموطنان می توانید تماس بگیرید نسبت به سوالاتی که دارید و اگر مایل هستید قلبتون رو به عیسی مسیح بدید، بسیار کار نیکویی انجام میدید. آمین. چرا که امید رستگاری در عیسی مسیح هستش. آمین. و اگر سوال و یا موضوعی هست براش میخواید دعا کنید، مشاورین ما و همچنین ما در خدمت شما هستیم. آنچرا که ما اینجا انجام میدیم این رو بدونید نه از ما بلکه از روح القدسی هست که با فیض خدا به ما داده شده تا بتونیم شما هموطنانمون رو محبت کنیم. در نامه اول قرنتیان 2:14 پولس رسول این گونه میگه، میگه لیکن شکر خدا راست که ما را در مسیح دائما در موکب ظفر خود میبرد به توسط روح القدس و عطر معرفت خود را در هر جا به وسیله ما ظاهر میکنه. پس ما نیستیم، روحی هست که آمین. در ما هستش. هاشا که ما بخوایم اینجا معرف خودمون باشیم، بلکه میخوایم نام یهوه خدا رو جلال بدیم. آمین. از این رو تشویقتون میکنم عزیزان، در کمپین خدا محبت بر در و دیوارهای مراکز اسلامی بنویسید خدای ما محبت مخالف هر ظلمت و خدای ما یهوه هست. هموطنان عزیز بخواید هموطن خودتو بشارت بده، برید با هم 2-2 ایمان دارن، 2-2 برید توی بیمارستان ها برای مریضا دعا کنید، 2-2 برید توی امامزاده ها، اون جایی که میبینید مردم مثل گذشته خود ما نمیدانن و متاسفانه به دستاویزهای اون حزب اسلامی، بگیم دیگه حزب اسلامی تموم شد، دین بذارید کناری، حزب الله که خودشون هم مطیع حزب الله هستن، حزب اسلامی اومدن 1400 سال کشور ما رو به استعمار کشیدن، به غارت بردن. نیز اونجا برید دعا کنید با آمی. حکمت آمی. توی امامزاده ها دعا کنید، اون مراکز فال و فالگیری از طرف خدا نیست. دو به دو برید اونجا دعا کنید. آمین. رایگان خدای ما داده، شما هم رایگان آمین. بدید. ما پولی آمین. نخواهیم گرفت، نباید پولی بگیریم. اگه کسی هم چیزی میخواد بهتون بده، بگید به یه نفر که نیاز داره بدید. آمین. هرگز حتی کادوی چیزی هم نگیرید لطفا،
اگر مایل هستید به شبکه محبت کمک بکنید، میتونید با شبکه در تماس باشید برای دست یاری دادن به این شبکه، به طور خاص کسی که تو اروپا هستن. اما این رو بدون قرار نیست ما خدمتی بکنیم، در برابر اون خدمت چیزی رو به خاطر اون بگیم. حتما خداوند نیازهای خادمین خودش رو برطرف میکنه. پس با غیرت بایستید. یک بار دیگه میگم، حیف ایرانی ها مسلمان باشن، اجازه ندید. ایرانی باید آزاد بشه و هر ایرانی که آزاد میشه با آزادی با دلیری سخن خواهد. مطمئن باشید سکوت نمیکنه عزیزان. سکوت نشون دهنده اینه که ما هنوز آزاد نیستیم. کلام خدا میگه ایمان آوردم و سخن گفتم. سکوت نکردم، ایمان نیاوردم، میگم خدای اینو من بده، اینو من بده، اینو من بده، تمام، کاری به کس ندارم. سخن گفت، خبر خوش نجات رو به هموطنانت بده. به طور خاص در این روزهای حساس مبادا مردم ما، جوانان ما از چاله به چاه بیفتن. اگر مسیر رو بهشون معرفی نکنید گمراه خواهند شد، چون میدونن اسلام یک حزب دروغی بوده به نام دین اومده. بریم با هم دیگه خط دیگه رو بگیریم. خواهرمون مریم هستش. مریم جان روی خط هستی عزیزم. الو. وقت شما بخیر، بفرمایید. الو. سلام عرض میکنم خدمت کشیش رسول و خواهر زمین. وقتتون بخیر. وقت شما بخیر. سلام بر چهره خوشخندانتون و قلب رئوفتون خواهر زمین و کشیش رسول. سپاس از من خیلی از شما ممنونم. از مسیر ممنونم. من یه خانمی هستم، دختری هستم، خواستم یه بیماری پوستی دارم. آجان. برام دعا بکنید. حتما. آمین. حتما حتما. من کشیش رسول خواهد نمی، من از شما تقاضای دعا دارم. من صورتم پر از لکی حدود 8 ساله. از چند دکترها میرم، دارو و کرم ها میکرو از این چیزا استفاده کردم، اصلا فایده ای نداشت. حتی یه درصد هم نتیجه نگرفتم. این همه دعا کردم، التماس کردم، هیچ فایده نداره. میخواستم از شما خواهش کنم برام دعا بکنید. یکی از سن ازدواجم رفته بالا، یعنی وقتم گذشته. ازدواج که وقت نداره. جان نه خیرم خواستمی، من الان 38 سالمه. خدا حافظت باشه، خدا نگهدارت باشه. خواستگار ببین بذار یه چیز بگم، یا خواستگار برام میاد اطرافیان اجازه نمیدن، بدگویی میکنن، یا خواستگار میاد یا حرف میزنه، زنگ میزنه، پیگیری نمیکنه. من نمیدونم، حتی هم از خدا خواستم، از امامزاده ها خواستم، زیارت عاشورا، دعای ندبه، نمیدونم چی اصلا نتیجه نگرفتم. از شما اونا که بدترش میکنن، اونا بدترش میکنن. مریم اجازه بده یه لحظه. بله، یه لحظه مریم جان، این روزگار منه. بله. مریم جان شما به مسیح خواهش میکنم جا. من ایمان دارم به شما که قلبتون پاکه، ایمان به مسیح داشته باشید. خداوند زنده بخواد که منو موفق بکنه. من رو واقعا روحیم خرابه، افسردگی گرفتم به خاطر اینکه آخه چرا آخه از تنهایی خسته شدم. جانم ازتون خواهش میکنم. مریم جان اجازه است من یه سوال کنم؟ ببخشید، آیا شما قلبت به مسیح دادی؟ بله، من از وقتی که برنامه شبکه محبت دیدم عوض شدم، واقعا قلب من عوض شده. آیا برای شما کسی من دعای نجات خونده که بهتون بگه بیایید؟ بله، من با کسیش الهام خوندم. بله، خدارش. زنگ زدم با کسیش الهام صحبت کردم. خدارش برای وجود ایشون باشه. خب حالا خواهر مریم ازتون خواهش میکنم برای برادرام هم دعا بکنید. چش خواهر مریم عزیز، امروز شما دختر خدا هستی، شما دارای گذشته ماهیت زندگی زمینیت، جسمت، شما دارای یک ماهیت روحانی هستی. آمین. چهره زیبا بدون لکه شد. بدون آمین. لکه که این چهره زیبای شما جاودان است. کشیش رسول من هر کسم، کشیش رسول من این عیبی که تو صورتم چند تا خواستگار اومد، این عیبی که دیدن دیگه رفتن پشت سرتون نگاه نکردن. شما نه، اون عیب شما نیست خواهر خوبه. اون عیب شما نیست عزیزم. اجازه بدید، عیب شما یه زمانی این بود که خدای زنده رو نمیشناختی. عیب شما یک زمانی این بود که به دنبال دعاهای بیخود. یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه مریم جان، یه لحظه بذار من سوال. عیب شما در زمانی بود که به دنبال مذهب دروغینی به نام اسلام بودید.
امروز شما عیبی ندارید خواهر خوبم، امروز قلبت مال مسیح هست. بله. تشویقت میکنم در حضور خدا کلام رو بخون، با خداوند رشد کن. و همینطور که میگی برنامه های مسیحی رو ببین، تعلیم رو بگیر از خدا. من همه برنامه هاشون رو دنبال. براو. از روح القدس بخواه که پر بشی و مطمئن باش که خداوند صورت تو رو مطابق فیضش آنگونه که دوست داری نیز برکت میده و خدا تو استفاده میکنه. تو نیز برای دخترهای دیگه دعا کنی، زندگی اونها نیز در مسیر اراده خدا توی خوشیها قرار بگیر. لحظه چشماتو ببند خواهر. ممنون. لحظه چشماتو ببند، میخوام برات دعا کنم. لحظه چشماتو دیگر هموطنان عزیزم، دیگر دختران، پسران، مردان و زنانی که هنوز ازدواج نکردن و میدونیم یکی از دلایل سخت همین نظام اسلامی هستش که دنیا رو سخت کرده برای مردم ما توی ایران و نمیتونن ازدواج کنن، بیاید با هم دیگه متحد بشیم و دعا کنیم و با ایمان بپذیر. مهم نیست تو باورت چیه هموطن عزیزم، با ایمان بپذیر، اجازه بده دست پرفیض مسیح تو زندگی تو عمل کنه. هللویا، هللویا خدای قدوس، هللویا روح القدس عزیزم. خداوند شکرگزار هستیم که فیض و رحمت تو هست که خدا اجازه داده خواهرم مریم با تو تماس بگیره و دیگر هموطنان عزیزم. در ابتدا میخوام که خداوند یک بار دیگه با خون عیسی مسیح کفاره کنی زندگی خواهرم را، پوشش بدی ای خداوند، زندگی او رو، خانه او رو، سخنان او رو، طرز فکر او رو با خون مسیح کفاره کنی و خداوند نگاه تو به همین خون باشه که بر او پاچیده شده که فیض تو برمیاد و در نام عیسی مسیح دست سلامتی و شفای تو بر چهره او که تو آفریدی، به نیکویی آفریدی خداوند قرار بگیره و آنچه که خواهرم میگه به عنوان لکه‌ای که روی صورتش هست پاک بشه خداوند. ای پدر جان، همون گونه که روح او رو پاک کردی، قلب خواهرم رو پاک کردی ای خدا، و در مسیر اراده خود خداوند با مردی که به تو ایمان داره ای خداوند بتونه این پیوند رو قرار بده عیسی مسیح و تو بین آنان باشی که هرگز گسسته نشه. خواهرم و اهل خانواده او، برادران او رو برکت بده و دیگر هموطنان عزیزم که با دعای من متحد هستم در نام عیسی مسیح. آمین. آمین. آمین که با ایمان بپذیر. تشویقت میکنم سه شنبه به ما زنگ بزن. به وقت ایران سه شنبه پنجانی. پنجانی بعد از اون زنگ بزن. فیض خدا با شما. شما رو دست من مسیح. من شما رو خیلی دوست دارم. نظر لطفتونه. جانم. نظر لطف شماست. شما رو به دستان مسیح. خدا نگهدار. خدا به قلب رئوفتون بیشتر مهربونی بیاد. سپاسگزارم از مهر شما. خواهر خوبم. عزیزم. سپاسگزارم. من وقتی که سیمای خندان مهربون شما را میبینم یعنی خیلی شاد میشم. خدا شکرم. فیض خداست. خیلی خیلی ممنون. خواهش. باز سلام بر قلب رئوف مهربون. متقابلا. شما در نخونه خدا. خدا انتماس دعا. خدا. خدا نگهدار. بریم با هم یه خط دیگه ای رو داشته باشیم. من برم سرایا جان بار دوم زنگ میزنه. لطف میکنم. سرایا جان روی خط هستی عزیزم. مرسی که دوباره زنگ زدی. الو. خواهش میکنم. سلام، خسته نباشید. سلام برادر من، خسته نباشید. عزیز بای من. جانم. بفرم. الو الو. جانم بفرمایی. الو. صدای شما رو دارید. فرس سرایا. بفرم. برادرت اون رو جانم خواهرانم عزیز، مهربون، قلب مهربونی داره، کیفه ایستاد و خندونی داره. برادر من این همسن پسر من هم سپس ای جان سپس باید افتخاره، باید افتخاره. قبل از این فیلماندار بشم، یعنی همسر من که زنده بود در روحش شد واقعا میترسیدم، از همه چیز میترسیدم، از هر جایی میترسیدم، ولی بلافی ایسای مسیح از روزی که ایماندار شدم تک و تنها خودم در بدترین جاها زندگی میکنم و در بدترین جاها میرم. هیچ ترسی در وجود من نیست، هیچ ترسی در وجود من نیست. همیشه فکر میکنم چهره مثل چهره شما دوتا خواهد در نظر دیوی من خندان باشه. جلال از اون شایست. ولی الان باز با این اول من دو تا عمل جراحی کردم کمرم و بعد امیدوارم که برام دعا کنیم. یه خوردم در تقریبا نزیاد در حالت افسردگی هستم.
اما من با اینه که الان 60 سالمه خودم مادرم و که دوتا چشم نداره من ازش پذیرایی میکنم. ای جانم دارم ازش نگهداری میکنم. خدا بهتون برکت. خدا بهتون برکت. بالا من خودم 4 فرزند دارم که بی پدری بزرگشون کردم. اینا نسبت به من خیلی کم میرن، کم محبتن. ای جانم. با اینه که من واقعا نمیخوام بگم چیکار کردم واسه بچه‌ام، ولی انگار که من یه جوری اصلا دیگه دستم تنمیلم دیگه بیشتر نمیتونم صحبت کنم. آخ جانم اشکال. خواهر سرایا لطفا لحظه چشماتو ببن، لطف کن برای دل شکسته خواهرم دعا کن و برای غمی که در دلش هستش. عزیز ایمان دارم و هیچ مشکلی تو وجود من نیست، فقط دلم سنگه. جانم جانم حق داری خواهر خوبم، حق داری. توی دنیا عدالت نیست خواهر خوبم، اما بدون که خداوند امروز شادی تو شده، آرامش تو شده. آمین. روح مقدس خدا میخواد تو رو در آغوش بگیره. خودشون هم میدونن الان دو تا از نواهام با من اومدن. جان جانم اگه بخوام نشون بگم دو تا از نواهام هر دو تا با من اومدن، الحمدلله شد با من اومدن. خدا رو شکر، خدا رو شکر. هللویا. پس لحظه لطفا با دعای خواهرم صمیم متحد شید. بفهم لحظه محبت خودشون هم همشون میدونن، حتی امروز یکی از نواهام به من میگفت چه باشه تو رو ببرم فلان مثلا این در شوخی میکنم، گفتم من راهی که رفتم بر نمیگردم چون امید دارم. آمین. جلال در مسجد در آمین. جلال در شما ایمان خوبی داری. نمیگیرم جلال در مسجد. سرعی جان 7 سال من از چیز چی نمیترسم و از چیز جان نمیترسم و از هیچ کس نمیترسم. آمین. جلال بر مسیح و تمامی که خداوند در وجود من گذاشته. فقط لطفی کنین اگه امکان داره این برای کمرم و برای این بچه ها گیرم. لحظه لطفا با دعای خواهرم متحد میگیرم شما رو به دستان خداوند میسپارم. برکت خدا بر شما باشه. آمین. برکت خدا بر شما باشه. شما هم همینطور. خدا یه دعایی بکنین هرچند خدافظی کردم. خداوند شکرت میکنم برای خواهرم سرعی عیسی مسیح زنده. دل شکستش رو به حضورت میارم چون در تو شادی هست خداوند، و اون در اصل دختر توی و فرزند توی و طبق کلامت خداوند تو تا انقضای عالم ما رو تنها نمیذاری پدر جان. خداوند بگذار که روح مقدست افکار فرزندان خواهرم سرعی رو بشور، لمس تازهی بکنه خداوند تا اونها اول به آغوش تو برگردن چون فرزندان گمشده تو هستن و بعد به آغوش مادرشون خداوند. و بدونن که وقتی به مادرشون احترام میذارن و به مادرشون عشق میبرزن خداوند تو بهشون برکت میدی. ای عیسی مسیح زنده که شفا دهنده هستی، میخوام که با خون مقدس یک بار دیگه بدن خواهرم رو بشوری خداوند، لمس تازهی بکنی ای روح القدس و جور وجودش رو از وجود آمی. خودت پر بکنی پدر جان تا بار دیگه آمی. که به ما زنگ میزنه با خبرهای خوش خداوند گواهی بده که چقدر آمی. در زندگیش کار آمی. کردی آمی. چون تو شاه آمی. شاهان و رب الارباب هستی و همه اینا رو به نام آمی. مقدس عیسی مسیح زنده آمی. به حضور دوردی و با ایمان دریافت کردیم. آمین. هللویا. آمین. از دستان خدا بگی شما رو به دستان مسیح میسپاریم. آمین. بریم خط دیگه رو داشته باشیم. قربون شما. شما همینطور عزیزم. بریم خط دیگه بگیم. خطوط ما پر هست لطفا. به شما هم همینطور. خدا نگهدار. مرسی. ما در دقایق آخر هستیم. لطفا عزیزان سریع صحبت بفرمایید. سلطان هستش. الو بفرمایید. الو. وقت شما بخیر. بفرمایید. بله ساله الو سلطان. بله سلطان. بله آیا صدای ما رو دارید شما؟ الو جانم بفرمایید. بله بله بفرمایید. خواهش بفرمایید سلطان جان. خسته نباشید. پاینده باشید. شما هم همینطور خسته نباشید. خواهش کنید. خوبه سلامه خوش بگذره. خدا رو شه. بفرم خواهش کنم. خواهش سلطان بفرمایید. بله
خواهر میخواستم بگم او دعای برامکله آرامش برامکله خوب شده. هللویا. هنوز خوب نشده. جانم. ای جانم. حتما ادامه دعا خواهیم داد. آمین. آمین. نگران برای چه موضوعی باید دعا بشه؟ برای چه موضوعی میخوای برای دعا بشه عزیزم؟ سلطان جان. همین احمد جرایی دارم. کیس تخنونی دارم. قاده تیرایت گلوم هست ناتی قلبی دارم. حتما اسم شما رو توی لیست نوشتیم چون ما دقایق آخر هستیم. خواهر سلطان تشویقتون میکنم سه شنبه به وقت ایران حتما شما رو به دستان مسیح میسپارم. سه شنبه ساعت 5:30 من با ما تون هستید تماس بگید. به وقت ایران فیض خدا با شما. بریم خط خدا دیگه رو بگید. سلطان جان به امید خدا شفای کامل. سه شنبه صبح شما دقایق آخر هستیم. فیض خدا با شما. بریم با هم خط دیگه رو بگیریم. منیره رو من برم. منیره جان عزیزم بفرمایید. جانم وقت شما بخیر بفرمایید. سلام به هر دو عزیز. درود بر شما. سلام به هر دو عزیز. درود بر شما. خیلی متشکرم. خواهش می‌کنم. عزیز عیسی مسیح با شما باشه. همچنین با شما. من خیلی صحبت داشتم اما فاکتور میگیرم از همه چون میدونم وقتتون خیلی کمه. بله. فقط اینکه خدمتتون عرض کنم که من ازدواجم اون بار با شما تماس گرفتم با یک استخاره شروع شد و بدترین زندگی رو داشتم. استخاره قرآن که اومده بود خوبه. بدترین زندگی رو داشتم و به فیض عیسی مسیح الان نجات پیدا کردم. هللویا. شکر. هللویا. و اینکه میخواستم بگم از جایی که من هنوز ایمان نیاورده بودم، از جایی که اسلام رو رد کردم، یعنی من تا 40 سالگی خیلی پایبند نماز و خیلی محکم به اسلام تسبیده بودم، اما از جایی که اسلام رو رد کردم برکات به زندگی من اومد. هنوز ایمان نیاورده بودم. جلال من شوهرم میگفتش که زن ستیز بود، میگفت که زن چیه که تصمیم بگیره، زن چیه که نماینده مجلس بشه، زن چیه که نظر بده. و خدایی میکرد، یعنی اسلام اینه دیگه، مطابق قرآن. بعد مدام نماز میخوند، قرآن میخوند و خیلی مثلا با خدا بود ولی زن ستیز بود. حالا میخوام خدمت نرس کنم از زمانی که من اسلام رو رد کردم بهترین به اصطلاح دریافتایی داشتم از طرف خدا. اینکه مریضی هم شفا پیدا کرد. هللویا. و میخوام خدمت عرض کنم که من یه سوالی در مورد تسلیس داشتم ازتون. من برای من حل شده هستش. فقط این که موقعی که دارم دعا میکنم ذهنم تفکیک میکنه، در صورتی که میخوام مثلا دعا کنم میگم اینطور میگم، میگم این خدای پدر در نام عزیز و مقدس عیسی مسیح خداوند به حضورت میام و به قوت و قدرت روح القدس هست به من بدن. منطقه ذهنم تفکیک میکنه. میشه این رو برای من توضیح بدین؟ خواهش کنم. ما خیلی وقتمون کم هست اما چند لحظه صحبت خواهم کرد. میدونم که در شبکه محبت برنامه تعلیمی بسیار در رابطه با تسلیس داشتن، اما این رو بدونید این یه چیز طبیعیه خواهرم. بله لطف میکنید. خیلی طبیعی هست. شما رو دستان خدا میسپارم عزیزم. فقط اگه خواهش میکنم جانم بفهم. اگه خواهش میکنم بچه های من اصلا خدا رو قبول ندارن. خواهش میکنم اسمشون رو تو بفرمایید. اسمشون رو بگو عزیزم. به نام مصطفی و مبینا. حتما مصطفی و مبینا. خدا خواستم برای دو تا بچه به هم داده. آمین. خدا خواستم الان جدیدن یه مغازه گرفته، خیلی خوب داره کارش پیش میره. حالا فعلا خدا رو شکر خوبه. آمین. ولی اینکه خودشون ایمان نمیارن و اینکه مادرم رو بشارت دادم و ایشون حسابی تصویره به اسلام. شما مادرم اسم طاهره. اسم مادرتون چیه؟ طاهره. خواهر مونی. من یه خواهشی از شما دارم.
لطف کنید شما با ما تماس اگر تون هستید حدود نیم ساعت دیگه سه رو دیگه با ما تماس بگید نه. من دوست دارم بیشتر در این رابطه صحبت کنم، فقط چون وقت نداریم باید خدافظی کنیم. شما رو دستان مسیح میسپارم. اسم فرزندانتون چی بود؟ حالا تماس میگیرم میگن بله مبینا. شما رو دستان مسیح میسپاریم. ببخشید چون وقت نداریم خطوتمون هم خواهش کنم عزیزان. سپاس. مسلماً ماها که از بکران اسلام اومدیم خیلی سوالات پیش میاد. روح القدس برای ما مکشوف میکنه که عیسی مسیح خداوند هستش و برای ما مکشوف میکنه کار او رو روی صلیب. اما میمونه سوالات دیگه و طبیعیه، باید این سوالات باشه. تا زمانی که سوال داری ایمان داره مسیح، اگر جواب نگیری ایمان تو رشد نمیکنه. ما با سوالات دیوار شک رو خواهیم ریخت و سوال کنیم. نه تنها بگم من، عزیزانی هستن بسیار پیشکسوت در شبکه محبت که میتونن جواب سوالات شما رو به خوبی بدن، بهتر از من حتی جواب خواهند داد. اما بدونیم زمانی که ما صحبت از تثلیث میکنیم صحبت از سه خدا نمیکنیم، ما صحبت از خدای واحد میکنیم. در کتاب تثنیه میگه و همچنین اشاره عیسی مسیح در انجیل مرقس 12 هستش داره صحبت میکنه، خدایی که داره سه شخصیت روحانی خودش رو اعلام میکنه تا قابل درک باشه به عنوان پدر که در از خالق جهان هست، به عنوان پسر که به عنوان خدای جس پوشیده هست. در عهد عتیق هم ما میبینیم که ابراهیم، که موسی، که تمام مردان خدا و زنان ایمان اگر میگن ما خداوند رو دیدیم، حتی توی باغ عدن هم با خداوند آدم و حوا صحبت میکردن، با مسیح صحبت میکردن. پس اونجایی که روح خدا، روح القدس جسم انسان بر تن میکنه، اونجا خداوند هستش. روح القدس نیز معلم ما هست، مطابق انجیل یوحنا 14:26 که اعلام میکنه او به یاد شما میاره و قرار بر این بود که به توسط روح القدس انسان بیاموزه، چرا که انسان آفریده شده تا بیاموزد. و این روح القدس بود که هم میاموخت و هم پرورش میداد. آموزش و پرورش در روح القدس یک تعریف درستی داره عزیزان، که انسان ها امروز به دنبال اون میگردن و میبینیم که چقدر ضعیف عمل میکنه. روح القدس آمد تا بیاموزه و قدرت و توانایی رو بده به آن چه که درست هست انسان عمل کنه. پس خدا واحد هست اما در سه شخصیت، که باز این سه شخصیتی که ما میگیم به خاطر اینکه افکار ما اینو درک میکنه، نه این اونی باشه که خدا در نظر داره یا خدا داره به ما میگه، که در سه شخصیت خالق به عنوان خدای پدر، خداوند به عنوان خدای جسم پوشیده و روح القدس روحی که میتونه در وجود انسان قرار بگیره، چرا که چه کسی میتونه خدا رو ببینه و نمیره؟ پس مسیح جسم پوشید تا ما او رو ببینیم. روح القدس در ما، روح خداست در ما قرار گرفت تا بتونیم به توان او، به حکمت او، به محبت او، به عدالت او، به رحمت او ما نیز عمل کنیم. وقتی دعا میکنی آرامش داشته باشی. در نام پدر، در نام پسر، در نام روح القدس که دعا میکنی بدون که داری یاد میگیری. کلام خدا میگه در نام عیسی مسیح بتن. وقتی میگه در نام عیسی مسیح، در نام خدای پدر هست. کلام میگه در نام عیسی مسیح، چرا که دلیل داره. دلیلش این هست که به نام عیسی مسیح بود که آمد روی صلیب رفت و مسیح بود روی صلیب. یعنی انسان درک کنه. اگر امروز مریض هستی، اگر امروز نیازی داری، اگر امروز در غم هستی، عیسی مسیح به خاطر تمام اونها روی صلیب رفته. این تعریف ذهنیت ما میشه و وقتی میپذیریم به این میگن ایمان، و وقتی ایمان داریم در این ایمان معجزه میشه. آمین. از این روح هست. پس خیلی خودتو خسته خاطر نکن. برای ماها که از بکران اسلامیم، از اسلام یه حزب، اسلام یک باور شیطانیه، افکار انسان‌ها رو به هم می‌ریزه تا حقیقت رو متوجه نشن. شما تو بازار مسکرا وقتی رفته باشید اینقدر سر و صدا هست، حالا قدیم بیشتر تق و دوغان، شما دو نفرم نزدیک هم نمیتونن اصلا با هم خوب صحبت کنن. اسلام بازار مسکراست، اومده تا فریب بده، تا گول بزنه. من باید هوشیار باشیم عزیزان، هوشیار باشیم. از این باور که میایم بیرون احتیاج داریم آرامش بگیریم، در این آرامش تعلیم بگیریم. متاسفم ایران چون کشور بسته است الان در این شرایط به خاطر نظام اسلامی ما نمیتونیم رو به رو افراد رو تعلیم بدیم، شدیم پشت ویترین. متاسفانه از این رو هستش که از خداوند بخواد که این نظام اسلامی سرنگون بشه و داره میشه. ما در روزهایی داریم به سر میبریم که به فیض خدا شاهد یک سورپرایز عالی خواهیم بود با فیض مسیح. بریم با هم دیگه خط دیگه ای رو بگیریم، ما 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. من برم برای آرمان.
وقت شما بخیر. بفرمایید آرمان جان. آرمان جان روی خط هستی عزیزم. الو جانم بفرمایید. درود بر شما. الو سلام. درود بر شما بفرمایید. سلام. درود در شما. ما فقط آرمان جان 3 دقیقه وقت داریم. بفرمایید. صدای شما رو داریم عزیزم. لطفاً با تلفن گوش کنید. درود در شما. بفرمایید. بفرمایید. مرسی از برنامه خوبتون. من از سپاس. من از بیننده های پرفاقرص برنامه شما. سپاس هم مهر شما. نظر لطفتونه آرمان جان. بفرمایید خواهش می‌کنم. من زنگ زدم بهتون که اولا ازتون تشکر کنم برای برنامه خوبتون. عزیزی. و دوم این که ازتون خواهش بکنم که برای من دعا کنین. چون وقت برنامه کمه فقط خواستم برای دعای ویژه بکنین. داریم نگاهتون میکنین دست به دست 5-6 نفر از اعضای خانواده برنامه خیلی خوبتون. عزیزم. و انقدر انرژیتون مثبت. یکی از بچه های ما اینجا اصلا گریه میکنه. ای جانم. جلال زنده باشین همتون. سالم باشید آرمان جان. مرسی از مهر همه شما. همه شما از اون رو میبینید. برای 5 نفر سفارشی دعا کنید. رو چشم. پس لطفاً همینطور که کنار هم هستید دستای همدیگر رو بگیرید. آمین. و اگر فکر میکنید موضوع خاصی هست سریع بگید که من روی همون موضوع دعا کنم. در غیر این صورت دعای برکت کنم برای شما. به به. بچه دستاتون رو بدید. ای جانم. حالا منم دست خواهرسعبی رو میگم متحدن. هموطنان دستای همدیگر رو بگیرید. آمین. لطفاً میخواییم برای عزیزان این 5 نفر برای شما و ایران جالب. دعا کنیم. بفرم. آمین آمین. هللویا هللویا ای خدای قدوس. پدر عزیزم تو رو شکر میکنم برای این محبت عظیمت، برای آرمان عزیزم، برای اون چند نفری که اونجا هستن، برای دیگر هموطنان عزیز که دست به دست هم شدن. از تو میخوام عزیزان رو مطابق فیضت به پوری روح القدس در ابتدا برکت به قوت و آرامش ای خدا به امیدی که ای خداوند از فیض تو برمیاد عیسی مسیح زندگی عزیزان کفاره خون مسیح باشه و قوت ببخشی عزیزان رو ای خدا به عطایای تازه مسیح تازه ای خداوند و تو جلال یابی ای خدا به تک تک آرزوهای دل عزیزان عیسی مسیح و کشور عزیزمون ایران رو به حضورت میاری در نام عیسی مسیح میخوایم که خداوند تو نهیب بدی ای خداوند به این تاریکی که بر ایران حاکم هست که دور شه در نام عیسی مسیح و به ازای قدرت شیطان به نام اسلام قوت تو ای روح القدس حاکم بشه نام تو مسیح جلال یابد در آزادی در امنیت در خوشی در محبت ای خدا در رستگاری در نام عیسی مسیح آمین آمین آمین, آمین که با ایمان بپذیرید خداش برای وجود تک تکتون عزیزه شما رو به دستان مسیح میسپاریم انتهای وقت هستیم آرمان جان باش رو خط شما رو خط لطفاً باش آرمان جان سپاسگزارم از سمی عزیزم از مدیران شبکه عزیزی خواهش کنم خط نکن آرمان جان خواهش کنم برنامه خوبتون ان شاء الله برقرار باشین ما هم اینجا شما رو دعا می‌کنیم احتیاج احتیاج دارید مرسی شما به دستان خدا میسپارید آمین شما به دستان خدا میسپارید با سپاس از همه بینندگان عزیز عزیزان متحد بشید برای ایران آمین. و ایرانیان دعا کنید فیض مسیح با شما ها باد خدا نگهدار عشق میتونه نجاتم بده اونم عشقی که از تو قلبمه دارم عاشقونه صدات میزنم نجاتم بده از تو این هم همه دعا میکنم با دو دست حقیر دلم لک زده واسه آغوش تو چه بارون تندی تو چشم منه چه احساس خوبی دارم پیش تو چه احساس خوبی دارم پیش تو دلم دست به دعاته چشم همش براته